آزار حیوانات از جنگ سگ‌ها تا شکارهای غیرقانونی حیوانات با واکنش شدید بسیاری از حیوان دوست‌ها روبرو شده. به نظر شما چطور میشه با حیوان آزاری مبارزه کرد؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه روی خط شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام. حتما در روزهای اخیر تصاویر ناراحت کننده ای از جنگ سگ‌ها رو که در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اشتراک گذاشتن رو دیدین. تصاویری که نه تنها با واکنش بسیاری از مردم بلکه مسئولین استانی هم روبرو شده. برای مثال استان زنجان که نیروی انتظامی این رفتارها رو غیر انسانی خونده. خبرگزاری ایرنا به نقل از سرهنگ شهرام مقدم رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفته این هفته هیچ گزارشی در خصوص برگزاری مسابقات جنگ سگ‌ها در این استان واصل نشده و گویا مسببان و بانیان این کار ناشایست پی به تصمیم جدی مسئولان استان بردن. این مسئول در بخش دیگه ای از صحبتشون ادامه دادن و گفتن که با توجه به دستور قضایی افراد دخیل در این امر در سطح استان زنجان از سوی پلیس شناسایی و با فراخوانی اونها به واحدهای تابع نیروهای انتظامی نسبت به تذکر، هشدار و اخذ تعهد کتبی اقدام شده تا دیگه دست به چنین عمل ناپسندی نزنن. چندی پیش هم انتشار ویدیویی از سگ‌کشی با اسید در شیراز با واکنش بسیاری از فعالان حقوق حیوانات روبرو شد. خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته در حمایت از حقوق حیوانات خلأ قانونی وجود داره. در خصوص حقوق حیواناتی هم مثل سگ و گربه قانونی مستقیم دیده نشده. از این رو سازمان حفاظت از محیط زیست در تلاش تا چارچوب قانونی در راستای حمایت از حقوق حیوانات تعریف کنه تا در زمان وقوع چنین مواردی تکلیف روشن باشه. به نظر شما چطور میشه با حیوان آزاری مقابله کرد؟ آیا سازمان‌های مسئول وظایف خودشون رو به درستی انجام میدن؟ آیا میشه فرهنگ حمایت از حیات وحش رو بین مردم گسترش داد؟ چطور؟ نقش مردم در این میون چیه؟ از همین الان میتونین از طریق راه‌های ارتباطی که در ابتدای برنامه براتون گفتم در برنامه امشب شرکت کنین. علاوه بر اون میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هم با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. منتظر تماس‌های شما هستیم. امشب در برنامه روی خط همراه خواهیم بود با میهمانان و فعالان حقوق حیوانات. آقای علی تبرزدی از ایران با ما از طریق اسکایپ همراه هستند و همینطور میهمانان دیگه که در طول برنامه باشون صحبت میکنیم. سلام آقای تبرزدی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. درود بر شما و درود بر حامیان و همیاران گرامی. تشکر. آقای تبرزدی، ما ابتدای برنامه در مورد مسائل قانونی صحبت کردیم و خب اشاره شده که تقریبا فروردین ماه این رو خانم ابتکار گفتن که ما این خلأ قانونی وجود داره و مشکل داریم ولی داریم روش کار میکنیم. قصدمون این هستش که قوانینی تصویب بکنیم که بتونیم حمایت کنیم، ولی تا الان اینطور که مشخصه هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفته. واقعا آیا قوانین حمایت میکنه از این حیوانات؟ متاسفانه نخیر. یعنی ما کلن قانونی که بشه
در واقع به کمک اون از حقوق حیوانات دفاع کرد در ایران نداریم. و اما در زمینه در حیطه مثلا محیط زیست و جنگل و دریا به هر حال شاید یک سری قوانین تدوین شده باشه، اما در قوانینی که به طور مشخص مثلا حقوق سگ‌ها، حقوق گربه‌ها و در واقع آزار و کشتار حیوانات رو محکوم کرده باشه مشخصا ما نداریم. برای همین جامعه حمایتی به دنبال اینه که بتونه یک سری چارچوبی رو برای حمایت از حقوق حیوانات تعریف کنه و اونو به شکل قانون در بیاره و حتی بتونه یه نماینده رو برای دفاع از حقوق حیوانات داشته باشه. ممنون از شما. خانم هدیه نیکزاد رو هم روی خط تلفن داریم، ایشون هم از فعالان حقوق حیوانات هستن. خانم نیکزاد، ما درباره نمونه های مختلف صحبت کردیم، البته در طول برنامه اشاره خواهیم کرد متاسفانه به کشتار بسیاری از پرنده های مهاجر در فریدون کنار و واکنش خیلی تندی که فعالان حقوق حیوانات نسبت به اون مسئله داشتن، ولی اینجوری که برمی همونطور که آقای تبرزدی هم گفتن مسائل قانونی خیلی به قول معروف مدون در این رابطه ما وجود نداره. شما هم تحقیقاتی کردین، بررسی های زیادی در این زمینه داشتین، اگر صحبتی دارین ما در خدمت شما این بفرمایید. وقتتون بخیر. ممنون. من واسه خیلی تحقیق کردم و خیلی هم زمانی که ایران بودم فعالیت داشتم برای اینکه بشه جلوگیری کرد از کشتار، ولی خب متاسفانه ما هرچی تلاش کردیم کمتر نتیجه گرفتیم. ببینید، طبق 10 ماده اعلامیه جهانی حقوق حیوانات، وجود سیرک، باغ وحش و آزمایش بر روی حیوانات، تولید و نسل‌کشی غیر استاندارد و منبع درآمد شدن حیوانات از هر طریقی که به ضرر حیوان باشه مغایر با موازین اعلامیه جهانی می باشه. اما مردم ما خودشون میتونن با آشتی با طبیعت و حمایت از حیوانات کمک بزرگی برای احیای دوباره محیط زیست باشن. با بسترسازی مناسب خود افراد حرکت‌های فرهنگی انجام بدن، دنبال شکار غیر مجاز و تخریب محیط زیست نباشن. ولی خب متاسفانه با حرکت‌های مردمی ما زیاد نمیتونیم نتیجه بگیریم. نهادهای دولتی اگر با مردم هم کار نباشن، ما همیشه شاهد چنین مشکلاتی در کشور هستیم. فرهنگ حیوان دوستی باید در کشور نهادینه بشه و مردم خودشون رو موظف در رعایت حقوق حیوانات بدونن. همچنین با به وجود آوردن کارگاه های آموزشی در مدارس کودکستان ها و بردن کودکان و نوجوانان به دامان طبیعت، بزرگترین فرهنگ سازی رو میشه انجام داد. ولی متاسفانه نه مدارس و نه کودکستان ها با اینکه ما ایران بودیم، من خیلی خودم شخصا تلاش میکردم که بتونم یک ساعتی رو وقت بذارن با ما همکاری بکنن در مورد این موضوع، هیچ کدوم قبول نمی کردن اصلا. یعنی ساختن برنامه های آموزنده در رابطه با الگوبرداری از کشورهای مشابه خیلی میتونه کمک باشه در بهبود حیات وحش و محیط زیست. ببینید، تخریب حیات وحش و محیط زیست در ایران 160% بیشتر از استاندارد جهانیه. واقعا حیات وحش ایران رو به نابودیه و ما فقط این رو نداریم در ایران، فقط پرندگان فریدون کنار یا سگ‌کشی و کشتن گربه ها رو ما نداریم. متاسفانه ما کشتار سگ‌ها و گربه ها توسط شهرداری، سیرک و باغ وحش و دلفیناریوم، طول کشی و خرید و فروش سگ، جنگ سگ و شکار غیر مجاز رو خیلی بیشتر داریم و همچنین کشتار شهرداری و وجود یه سری باورهای خرافاتی بین مردم ما که نسل به نسل داره پیش میره.
از طرف دیگه نبودن قانون مجازات حیوان آزاری دست به دست هم داده تا سگا و گربه ها بدترین وضعیت رو داخل ایران داشته باشن. حالا اگر که خیلی ممنون از شما که در برنامه ما شرکت کردین، ما با شما خداحافظی میکنیم. اجازه بدین من یکی دو نظر رو هم از کاربرانمون در شبکه‌های اجتماعی براتون بخونم. اهورا میگه جنگ حیوانات از جنگ خروس‌ها با تیغ‌های برنده و نصب شده بر روی پاهای اونها از آسیا و آسیای شرقی شروع شده و اخیراً با جنگ سگ‌های قوی و درنده از روسیه آغاز و همه‌گیر شده و متأسفانه شرط‌بندی بر روی حیوانات و دریدن یکدیگر توسط انسان‌های درنده خوب نشأت میگیره. در اینستاگرام حمید میگه آموزش و فرهنگ سازی در دوره‌های کودکی کمک زیادی از بین بردن این گونه حیوان آزاری و از بین بردن حیات وحش میکنه. متاسفانه در کشور با وجود این همه رسانه‌های صوتی و تصویری هیچ گونه تبلیغ یا آموزشی در ارتباط با نوع برخورد با حیوانات دیده نمیشه و همین امر تاثیر زیادی در اینو برخورد با حیوانات زبان بسته داره. در اکثر شهرهای کشور به علت نبود امکانات تفریحی و سرگرمی برخی افراد به خاطر شرط‌بندی و هیجان زیاد دست به چنین کارهای ناشایستی میزنند و دولت هم هیچ رغبتی نشون نمیده برای جلوگیری از اونها. منتظر نظرات شما هم هستیم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشیم. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. امشب در برنامه بسیاری از فعالان حقوق حیوانات از طریق چت برنامه تلفن‌هاشون رو برای ما فرستادن. ما خیلی تشکر می‌کنیم ازشون. خانم سحر رو از تهران داریم. خانم سحر سلام، بفرمایید، روی خط هستین. سلام خانم ایران دوست، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ممنون از شما، بفرماییم. ما امروز در مورد خب هم قوانین داریم صحبت میکنیم، همین که واقعا چطور میتونیم مقابله بکنیم با حیوان آزاری. شما چه نظری داریم؟ خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که در مورد همین جنگ سگ‌ها من یک مطلبی رو دوست داشتم عنوان کنم. اینکه ما شاهد این بودیم که وقتی که توی صفحات مجازی در مورد این قضیه صحبت شد و تصاویر منتشر شد، دادستانی زنجان روی کار اومد و این قضیه رو محکوم کرد و گفت به عاملینش برخورد خواهد کرد. اما در واقع این فقط به یه تذکر ساده ختم شد و اعلام کردم که اگه مجدد این اتفاق بیفته باز هم تذکر خواهند داد. از دیدگاه شرعی و اخلاقی آزار و اذیت حیوان‌ها امری ناپسند قلمداد شده که همه جا ما با این صحبت مواجه هستیم و همیشه این صحبت رو به ما میکنن، اما در واقع اجرا نمیشه. یعنی اگر امری ناپسنده درسته، اما به واقع اجرا نمیشه و ما شاهدیم که سگ‌کشی و آزار و اذیت حیوان‌ها همچنان ادامه داره و این اتفاق همیشه افتاده. ببینید، ما خودمون توی تهران یه گروه حمایتی داریم که خب از طریق اون سعی میکنیم که صدامون رو به مسئولین برسونیم و بتونیم که از این سیستم حیوانات دفاع کنیم و صدای بی صدای اونها باشیم. اما متاسفانه صدای ما واقعا به جایی نمیرسه. یک به علت یک پارچه نبودن این حامی ها هست که خب همشون توسط یک سازمان و یه نهادی پشتیبانی نمیشن، که خب خواسته همه ما اینه که واقعا انجمن حمایت از حیوانات این کار رو انجام بده و صدای ما باشه برای مسئولین. شما تا حالا تقاضا دادین که ازتون حمایت نشده؟ بله، ببینید ما بارها خواستیم با رئیس ساماندهی شهرداری کل تهران صحبت کنیم به خاطر سگ‌کشی‌هایی که حوالی تهران انجام میشه، ولی متاسفانه بارها درخواست ما رو رد کردن و حتی از طریق خود انجمن حمایت از حیوانات هم خواستیم این اقدام رو بکنیم، متاسفانه از امروز به فردا موکول شدیم.
و خواستیم به صورت یک انجمن مردم نهاد این کار رو انجام بدیم که خب به دلیل اینکه هر کجایی که بخوایم صحبت کنیم باز هم باید انجمن حمایت از حیوانات ما رو تایید بکنه، باز هم به درهای بسته خوردیم. ولی مثلا ما شاهد هستیم که توی شهرستان قزوین اتفاقات خیلی خوبی افتاد و شهرداری واقعا یه حرکتی انجام داد، بنرهایی زد برای حمایت از حیوانات و واقعا جای تحسین و تشکر داره و ما میبینیم که توی شهرستان قزوین این اتفاق دیگه نمیافته. اما در باز هم در تهران شاهد این سکاشی ها به مدل های مختلف هستیم. آزار اذیت حیوان ها به مدل های مختلف انجام میشه و متاسفانه هیچ نهادی این رو پیگیری نمی کنه و صدای اعتراض ما به جایی نمیرسه. در مورد سکاشی شیراز هم که اتفاق افتاد و همه حامی ها سعی کردن یک بار برای همیشه با همدیگه یکی بشن و یک صدا بشن، همه تو تجمع شرکت کردیم، تعدادمون خیلی زیاد بود، خیلی حرف ها داشتیم برای گفتن، ولی متاسفانه باز هم اونجا هیچ اقدامی انجام نشد و هیچ پاسخی به ما داده نشد و به خاطر همین باورهای اعتقادی که وجود داره، یکی از دلایلش واقعا همینه، به خاطر باورهای اعتقادی که خب از قدیم بوده همچنان هم هست و حتی اگه بخوای توی این زمینه فرهنگ سازی هم انجام بدی باز هم دستت بسته است، به علت اینکه خیلی جاها ما رو نمیپذیرن و ما نمیتونیم بریم حرفمون رو بزنیم. خیلی ممنون از شما خانم سحر. من از شما میخوام خواهش بکنم اگر امکان داشته باشه در برنامه با ما حضور داشته باشین در بخش بعدی که من میخوام درباره کشتار پرنده های مهاجر در فریدون کنار هست صحبت بکنم. میدونم که شما صحبت هایی دارین، میخوام نظر دیدگاه شما رو هم در اون رابطه بپرسم. ممنون از شما. آزاد از فنلاند روی خط هستین، سلام بفرمایید. با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. خیلی ممنونم از لطفتون که این برنامه رو اختصاص دادین به این موضوع مهم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که در مورد جنگ سگ‌ها یک سری چیزهایی هست که متاسفانه خیلی از مسئولین و خیلی از مردم اصلا ازش خبر ندارن متاسفانه. این مراسم که بخصوص توی استان آذربایجان غربی و شرقی خیلی خیلی رایجه، به صورت کاملا مخفیانه برگزار میشه و یه چیزی هلوش 1,000 تا 3,000 نفر جمع میشن و قمار و شرط‌بندی های خیلی کلان و میلیونی میکنن، خیلی خیلی، و دو تا سگ رو به جون هم میندازن تا اینکه اینا بتونن به اصطلاح سرگرمی و خودشون تهیه کنن و سودجویان از اون لحاظ از لحاظ مالی به نفعی برسن، که متاسفانه با اینکه به پلیس هم خبر دادن دوستان ولی پلیس هیچگونه اقدامی نمی کنه و جوابی که پلیس داده به این دوستان این بوده که این تجمع غیر قانونی نیست و ما کاری نمیتونیم از پیش ببریم. این در حالیه که واسه یک اعتراض کوچیک شاید بگم 20 نفره 30 نفره باید حتی مجوز داشته باشیم یا اینکه از طرف ماموران وزارت اطلاعات تحت تعقیب و بازرسی و بازجویی و چپراست میشن. حالا به غیر از این قضایا، این سگ‌ها که به جنگ میبرنشون، بله، توی یک شرط خیلی خیلی بد ازشون نگهداری میکنن. من خودم به دفعات دیدم، بنده توی مثل فیسبوک یک پیج بله حمایتی دارم که هرچند کم ولی دارم به سهم خودم فرهنگ سازی میکنم، اطلاع رسانی میکنم که واقعا این موجودات نازنین رو انقدر اذیت نکنن، ولی با این حال متاسفانه خیلی خیلی بد باشون رفتار میکنن. این سگایی که به جنگ میندازن اینا رو توی یک اتاق تاریک. خیلی ممنون از شما آقای آزاد. عذر میخوام، وقت برنامه ما کوتاه هستش، ما مهمانانی هم در برنامه داریم، مجبورم من باشون صحبت کنم. ممنون که در برنامه ما شرکت کردین. آقای تبرزدی، تا این لحظه خب ارتباطمون با آقای تبرزدی قطع شده. آقای آرون عسکری از دیگر فعالان حقوق حیوانات با ما الان روی خط هستن از طریق اسکایپ. سلام آقای عسکری، خوش آمدیم به برنامه روی خط. سلام،
منم سلام میفرستم به شما و همه همکارانتون و تشکر میکنم برای برگزاری همچین برنامه. تشکر که در برنامه ما شرکت کردین. آقای عسکری، تا این لحظه خب صحبت‌های خیلی زیادی شنیدیم که از زبان کسانی که فعال حقوق حیوانات هستند. بسیاریشون صحبت کردن درباره خب نهادهایی که الان در حال حاضر فعالیت دارن ولی حمایتی نمیشن. از نظر قانونی خب در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم که خانم ابتکار هم گفته بودن که خلأ قانونی وجود داره، ولی واقعا نقش این نهادها چطور میتونه باشه و این نهادها چطور میتونن به موفقیت برسن؟ آیا به نظر شما اینها حمایت دولتی رو دارن؟ والا حمایت دولتی نه، مخصوصا خب همون خلأ قانونی که اعلام کردن خانم ابتکار و وعده‌ای که دادن از 30 فروردین پارسال تا الان داریم تو سال دوم و هیچ کدوم از وعده‌ها عمل نکردن. خلأ قانونی، من حالا اشاره میکنم به اعلامیه جهانی حقوق حیوانات که ماده 1 و 2 به حق حیات حیوان و حق برابری بسیار تاکید میکنه. خب اینجا حق برابری خب رعایت نمیشه در مورد حیوانات تو ایران. بیشترین تاوان هم متاسفانه تو حیوانات تو ایران داره به سگ پرداخت میکنه به دلیل آزار اذیتی که میشه و کشتاری که میشه. خب ما پارسال دوباره یک قانونی داشتن میذاشتن تو مجلس لحاظ قانونی که مبارزه کنن با داشتن سگ، حالا شلاق بود و جریمه نقدی. قانون وجود نداره و خب خیلی هم صحبت داره میشه با دوستان حیوانات که اگه بشه یک نماینده تا در مجلس وجود داشته باشه که از حقوق این حیوانات دفاع کنه، یا حالا کمیسیون هایی که در مجلس داره مثلا برگزار میشه مثل کمیسیون بهداشتی و حقوقی، کمیسیونی هم در مورد همین حمایت از حیوانات وجود داشته باشه که متاسفانه وجود نداره. مسئله دوم که هست، حالا دوستان خیلی کامل اشاره کردن، یکی این ترویج خشونته. من واقعیت این فیلم ها رو ندیدم، یعنی نتونستم ببینم، بسیار انزجار آور بود. من تو این فیلم ها دیدم از کودکان برای تماشای این سگ‌ها دارن استفاده میکنن، من خیلی برام عجیبه. خب این باعث ترویج خشونت در آینده میشه، این باعث میشه یک جامعه بسیار خشنی در آینده داشته باشه. این یک مسئله بسیار عمیقیه که باید بهش رسیدگی بشه. مسئله بعدی که خب میخوام اگه وقت باشه اشاره کنم، ماده 55 قانون شهرداری هاست، تو بند 15 اومده توضیح داده که وظیفه ساماندهی و مردم سازی حیوانات که باعث مخل آسایش میشن و یا الان ناقل بیماری هستن به عهده شهرداری. من ساماندهی ندیدم از طرف شهرداری تا به امروز. یه پیمانکارا استخدام میکنن و مردم سازی میکنن، قشنگ هم تو این ماده توضیح دادن که باید حتی برای زندگیری از افراد بسیار ماهری استفاده کنن که حیوان آسیب نبینه، اینا رو ببرن در یک منطقه قرنطینه کنن، پلاک گذاری کنن، واکسیناسیون و در مرحله بعدی عقیم سازی کنن. تجربه نشون داده خانم ایراندوست این معدوم سازی نتیجه نداره. یک سگ یعنی یک نر و ماده بعد از 7 سال به صورت تصاعدی حدود 60,000 فکر کنم سگ به وجود میاره. تنها راهش اینا باید بگیرن عقیم سازی کنن که متاسفانه تو ایران انجام نمیشه. یعنی این سگ در سال 2 بار زاد و ولد میکنه و خب با این کشتار شما به 1,000 تا سگ هم بکشید، دوباره خب اینا زاد و ولد میکنن و جمعیتشون هر روز رو به افزایشه. بهترین راه اینه که بیان اینا رو ساماندهی کنن. خب طرفداران دوستان حیوانات هستن در ایران، خیلی هم فعالن، ولی خب هزینه بره، بیان یه هزینه بدن مردم بالاخره کمک کنن تا بتونن این موضوع رو حل کنیم. و خب از طرف نهادهای دولتی هیچ حمایتی تا امروز نشده و خب حتی اون قوه اجرایی که حالا اومدن یه بیانیه هم دادن، این فقط مربوط به یک موقعیت خاص جغرافیایی نمیشه که فقط زنجان باشه یا سراب باشه. این بحث سگ دعوا یا جنگ سگ‌ها یک مافیای خیلی بزرگیه. این سگ‌ها تا 100 میلیون 200 میلیون تو ایران داره خرید و فروش میشه، شرط بندی میشه و خیلی اصلا یه چیز خیلی عجیبیه. بله، در گزارش ها هم اشاره شده بود که به قیمت های خیلی بالای این سگ ها خرید و فروش میشن. حتی آگهی هایی هم در کانال های تلگرام و در فیسبوک هم گذاشته میشه، یعنی اینا آزادانه دارن فعالیت خودشون رو میکنن. ممنون از شما آقای عسکری. ما در ادامه برنامه روی خط حتما سوالات بیشتری خواهیم داشت، با ما همراه باشیم.
instagram.com خط مورب VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. همونطوری که گفتم بیتوجهی به حیات وحش باعث نگرانی بسیاری از فعالان حقوق حیوانات شده. مسعود مولانا دبیر شبکه سمنهای زیست محیطی مازندران گفته فریدون کنار به بازار فروش پرندگان سه استان مازندران، گیلان و گلستان تبدیل شده و از شهرهای دیگه هم پرنده برای فروش به این منطقه میارن. آقای مولانا در بخش دیگه ای از صحبتشون گفتن متاسفانه ماموران محلی فریدون کنار اقدام جدی برای حل مشکل صید پرندگان در این منطقه انجام نمیدن و طرحی وجود نداره تا بر اساس اون روند حل این مشکل طی بشه. میدونیم که یک شبه این مسئله حل نمیشه، اما اگر حتی یک برنامه 3 ساله هم برای جمع‌آوری صید غیر مجاز پرنده در فریدون کنار وجود داشته باشه، سمنها تلاش خودشون رو میکنن تا این برنامه به ثمر بنشینه. البته آقای مولانا در یک بخش دیگه از صحبتشون گفته بودن که صید انبوه پرندگان مهاجر یک آبروریزی ملی هستش. خانم سحر، من پیش از برنامه با شما صحبت کردم، شما نقطه نظری هم در این رابطه داشتین، منتظریم که بشنویم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم در خصوص این مورد، من خودم شاهد این نوع شکار بودم و واقعا جای تأسف داره که یه همچین اتفاقی اینطور واضح و شفاف رخ میده. ما حتی من خودم در فریدون کنار که بودم شاهد این بودم که نیروی انتظامی میخواست جلوی این قضیه رو بگیره، ولی متاسفانه تمام صیادها و شکارچیان اعتراض کردن، تجمعی رو تشکیل دادن و دردم این مسئله رو در نطفه خفه کردن و دوباره به همون کار سید خودشون ادامه دادن، به طوری که حتی توی اون منطقه‌ای که دارن سید میکنن، حتی وقتی شما میخواین وارد بشین حق ندارین که چراغ ماشینتون روشن باشه یا کوچکترین صدایی بخواین تولید کنین. اونجا با ضبط صوتهایی که خودشون از قبل آوردن صدای پرنده ها رو ضبط کردن و واقعا به روش خیلی میتونم بگم واقعا بیرحمانه ای این پرنده ها رو جمع میکنن و صید خیلی عظیمی دارن، یعنی تعداد خیلی زیادی رو صید میکنن. البته خیلی در این راه سختی هم میکشن به علت اینکه خیلی زمان بره و یه پروسه ایه که مدام پاهاشون توی زمین گلالوده و خب اصولا همشون دچار یه سری بیماری هایی هم هستن، ولی امکان نداره که این قضیه رو منتفی کنن، چون یه جوری شغلشونه، درآمدشونه و اگر شخصی هم بهشون اعتراضی میکنی یا سعی میکنی یه فرهنگ سازی بکنی، با توجه به ذهنیت هایی که دارم اصلا نمیپذیرن این موضوع رو. خیلی ممنون. بیرویه انجام میشه. تشکر از شما که در برنامه حضور دارین. تماس‌های خیلی زیادی داریم. ارغوان از فرانسه روی خط هستین، سلام بفرمایید. درود بر شما سرکار خانم ایران دوست و بینندگان گرامی برنامه‌تون. در مورد جنگ سگ‌ها من می‌خواستم نکاتی رو مطرح کنم. بفرمایید. اگر لطف کنین خیلی کوتاه ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید در مورد این مسئله چیزی که حائز اهمیت اینه که شرط‌بندی هایی که انجام میشه در این خصوص در مورد سگی که برنده خواهد بود رقمای واقعا هنگفتی از 10 تا 50 میلیون تومان حتی این ارقام میرسه شرط‌بندی در این صورت میگیره. و سوالی که در اینجا مطرح میشه این هست که آیا توی این مراسم که شرط‌بندی های متعددی رو میدونیم انجام میشه، آیا این مورد از مصادیق قمار حساب نمیشه؟ چطور شرط بندی و قمار در اسلام بنا به نظر آقایون حرام اعلام شده؟ پس چطوره که 2 تا سگ رو وقتی به جون هم میندازن و وقتی نبرد ایجاد میشه و به طرز فجی اینها با همدیگه در واقع درگیر میشن و منجر به مرگ یکی دیگه میشه، بایستی در واقع این نوع شرط بندی رایج و این نوع شرط بندی بتونه کوچکترین مشکلی و کوچکترین مسئله در واقع قابل قبول باشه؟ چطور حضرات هیچ فتوایی در این مورد نمیدن علیه این موضوع و این رو از مصادیق شرط‌بندی حساب نمی‌کنن، ولی وقتی یک فردی که سگی رو داره و اون سگ در واقع مثل
یک عضوی از خانوادهشه و علاقمند به اون، با هزار تا ترس و لرز و مشکل و گرفتاری باید این حیوان رو بیرون ببره و حیوان ازش میگیرن، علاوه بر جریمه نقدی و مشکلات دیگه، سگ رو از بین میبرن، معدوم میکنن و هزار و یک درگیری و مشکلات روحی و عاطفی برای افراد وجود میارن. چرا؟ به دلیل اینکه خب فرد تمایل به نگه داشتن این حیوان و این تجمعاتی رو که این افراد غیر قانونی اعلام نمی کنن، در صورتی که مطابق قانون 100% بسیاری دیگر از تجمعات دیگه نیاز به مجوز داره، ولی چطوری که اینجور تجمعات مجوزی رو طلب نمی کنه و نیروی انتظامی وقتی باهاشون تماس گرفته میشه میگن به ما ارتباطی نداره، کوچکترین مانعت قانونی در این مورد نیست. و واقعا این موضوع میدونید مخصوصا در سراب و اردبیل که اصلا تربیت سگ سرابی رایج شده، به دلیل اینکه سگ سرابی از نژادهای ایرانی هست که در نبرد ازش بسیار میتونن استفاده کنن و بهره کشی مالی هنگفت و فراوانی ازش میشه. خیلی ممنون خانم ارغوان که در برنامه شرکت کردین. خانم ندارم از ترکیه روی خط داریم، بفرمایید. سلام. الو، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ایران دوست عزیز. تشکر. و بینندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. بفرمایید. ما در مورد مسائل مختلفی صحبت کردیم، شما به عنوان یکی از فعالان حقوق حیوانات اگر صحبتی داریم ما در خدمتتون. ببین خانم ایران دوست، بذارید من از اینجا شروع کنم. در سرزمینی که حقوق انسان که به لحاظ دین اون کشور و به لحاظ قوانین اون کشور محترم شناخته نمیشه، نمیشه انتظار داشت که حقوق حیوانات به رسمیت شناخته بشه. حدود 16 سال من در این زمینه دارم کار میکنم و اولین نهادی که توی ایران تشکیل شد برای حمایت از حیوانات پناهگاهی بود به نام وفا که گروه ما تأسیسش کردیم برای حمایت از حیوانات. شروع کردیم به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم که ریشه این مسئله حیوان آزاری از کجا نشأت میگیره. حالا خیلی پیش رفتیم تا اینجا، خیلی با فرهنگ سازی که کردیم، با اطلاع رسانی هایی که کردیم به مردم، تونستیم آگاهی بدیم به مردم که ریشه حیوان آزاری. خانم ندا عذر میخوام من میانه کلام شما صحبت میکنم، اما به دلیل کمبود وقت اگر لطف کنی یک جنبندی داشته باشین از صحبتتون ممنون میشم. من خواستم مقدمه‌اش رو برای شما بگم که به اینجا برسم. حیوان آزادی در ایران ریشش یک در دینی که بر کشور ما حاکمه هست و نه فرهنگ ما، که اگر به پیشینه های قبل برگردیم این مورد رو نمی بینیم. در کشور ما حیوانات دارن حقوقشون مورد نقض واقع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت اسلامی ایران نمیتونه بپذیره که هیچ موجودی درش آزاد باشه، اعم از انسان یا حیوان، و به طور خاص حیوانات و علل خصوص سگ که از دیدگاه اسلامی نجس قلمداد میشه از حقوق خیلی کمتری برخورداره. در خصوص جنگ سگها که در این مورد صحبت کردید شما، من این رو میخوام بگم که فرماندار نیروی انتظامی سمنان گفته بود که این مسئله ناسواب و گناه است. حال چگونه می شود این مسئله ناسواب و گناه باشد در صورتی که خودتون، خود این نهادهای مربوطه، این سگ‌ها رو با تفنگ و با تزریق اسید و از راه‌های مختلف می‌کشن؟ این در ما یه پارادوکسیه. این حرف خودشون میکشن و از این سمت میان نهیش میکنن. اگر اشتباه و ناسوابه چرا خودتون انجامش میدید؟ این امر یک مقوله نادرسته و این فرهنگ حیوان آزاری یک مقوله نادرسته، اما خود دولت میاد حرفای قشنگ میزنه، اما ببخشید اینطوری بذارید بهتون بگم، قشنگ حرف میزنه اما حرفای مفت و مزخرفی میزنه. در اصل میاد فقط حرف میزنه، شعار میده و هیچ کاری انجام نمیده. خیلی ممنون خانم ندا که در برنامه ما شرکت کردیم، ممنون از نظراتتون. آقای تبرزدی، تا این لحظه نظرات خیلی زیادی رو از فعالان حقوق حیوانات ما دریافت کردیم، صحبت کردن در موردش، منتظریم که دیدگاه شما رو هم بشنویم. بفرمایید. واقعیتش این که هر یک از این دوستان به بخش بزرگی از حقیقت نقض حقوق حیوانات در ایران اشاره داشت، ولی من فکر میکنم
نکته دیگه هم که باید ما بهش توجه کنیم اینه که به هر حال ما نمیتونیم تمام این اتفاقاتی هم که میفته مثلا به اسلام یا حالا به دین و این چیزا نسبت بدیم. بخشی از اونها هم برمیگرده به یک سری باورهای نادرست که به طور سنتی از در خانواده ها ایجاد شده، مثلا در اون شهرستان ها از قدیم میگرفتن این سگا رو جنگ مینداختن، حالت قدرت نمایی داشته و متاسفانه آگاهی رسانی نشدن و این اتفاقات به شکل یک نرم در اومده. تنها راه مقابله با این اتفاقات اینه که ما آگاهی رسانی از طریق آگاهی رسانی با آموزش صحیح و اینکه به هر حال ما بتونیم یک جایگزینی رو، یک بدیلی رو بیاریم و معرفی کنیم و به اون عده بفهمونیم که راه‌های دیگه‌ای هم هست برای اینکه شما حیوان رو دوست داشته باشی، حتما نباید اونو آزار بدی یا اونو با یه حیوان دیگه جنگ بندازی و اونو زخمی کنی. من خودم 3 تا سگ دارم و یه گربه. من اینا رو مثل یک فرزند نگاه میکنم، یعنی اگر یکی جایی از بدنشون زخم بشه اصلا نمیتونم تحمل کنم. این نشون میده که واقعا یک ناآگاهی هست که در این افراد هست و هیچ گونه نقطه مقابلی رو ندیدن که بیان و اونو. آقای طبرزدی، شما الان به مسئله فرهنگسازی در از اشاره کردین، بسیاری از کاربرانمون هم اشاره کردن به نقش رسانه ها. واقعا در ایران، خب اینجا تلویزیون رو که روشن میکنین، نهادهای غیر انتفاعی مختلفی رو تبلیغاتشون رو میبینی، حالا این نهادها ممکنه از نظر بودجه از دولت بودجه‌ای دریافت نکنن به اون شکل، ولی حمایت 100% از طرف دولت دارن، اطلاعات به مردم میدن، آگاهی میدن، مردم آگاه میشن نسبت به حالا نسل هایی که در حال انقراض هستن از حیوانات مختلف. واقعا در ایران به چه صورته؟ آیا رسانه ها به این وظیفه خودشون عمل میکنن؟ آیا مردم از اون طریق میتونن دریافت بکنن اطلاعاتی رو در این رابطه؟ واقعیتش من در این مدت اخیر یک سری اتفاقات خوبی رو دیدم، یعنی رسانه ها به طور تلقی اشاراتی داشتن، اما به خاطر اینکه مثلا سگ و گربه رو شاید مثلا مخصوص سگ زیاد نمیتونن تبلیغش کنن، اونم به خاطر اینکه میگن مثلا سگ خونگی نماد غرب و تجمل گرایی، برای همین به طور جسته گریخته مثلا در رابطه با پرندگان، نمیدونم وحوش، پلنگ، یوز پلنگ، من دیدم که یه سری تیمای تحقیقاتی هم الان دارن کار میکنن و مثبته، ولی کافی و لازم کافی نیست. ما باید از طریق انجمن ها و در واقع انجیو های مردمی اون خواسته های خودمون رو کانالیزه کنیم، خواسته های خودمون رو مشخص کنیم، به شکل یک سری پکیج های علمی در بیاریم، آموزشی در بیاریم، و اینکه اگر اون زمان صدا و سیما با ما همکاری نکرد، ما میتونیم که اینا رو بازخواست کنیم، ولی صدا و سیمایی که الان من میبینم و آگاهی که من از این دستگاه دارم اینه که اصلا اون علم و جایگاه رو نداره که بیاد به این مسئله بپردازه، یعنی آگاهی رو نداره. باید حتما یک سری جریانات، افراد و گروه ها با در واقع با یک وجهه داوطلبانه بیان، پا پیش بذارن، هزینه کنن از خودشون و اینو پیش ببرن. چاره ما نداریم این که از خودمون هزینه بذاریم. الان تو زمینه فضاوسانی به تکرار خیلی از افراد به طور خودجوش خودشون تهیه میکنن مواد غذایی رو، میپزن و به طور هفتگی روزانه میرن فضاوسانی میکنن، و ولی دولت و در واقع نهادهای دولتی، شهرداری، پسمان، اینها اصلا آگاهی و دانش این قضیه رو ندارن متاسفانه، و اون عده ایشون هم که دارن از راه غلط دارن اونو به کار میگیرن و در راه نادرستی اونو استفاده میکنن. اونی که میان مثلا سگا رو به شکل یک کالا، به شکل یک جنس اضافه نگاه میکنن، یا باید ازش پول در بیارن یا باید بکشنش، اصلا این دیدگاه انسانی نیست، دیدگاه منطقی نیست. خیلی ممنون آقای طبرزدی. در ادامه برنامه احتمالا با یک سوال دیگه حالا به عنوان پایان برنامه حتما در خدمتتون خواهیم بود. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. خانم، یکی از بیننده هامون به نام خانم سهیلا در نظراتش نوشته دیدن اینگونه رفتارهای ضد اجتماعی نشأت گرفته از فقر فرهنگی، اجتماعی، مالی و خرافات مذهبیه. باید عاملان چنین اعمالی رو حبس ابد داد تا دیگه کسی به دنبال این مسائل نره و همچنین سازمانهای حمایت از حیوانات با حمایت ارگانهای دولتی گسترش پیدا کنن. قانون باید حامی جان انسانها و حیوانات بی‌دفاع باشه. حسن، یکی دیگه از کاربرانمون هست، در اینستاگرام نوشته فرقی نداره الغای فرهنگ خشونت در جامعه، چه به صورت خشونت بر علیه حیوانات یا بر علیه انسان که شلاق زدن در ملأ عام یا اعدام، و اگر بتونن فردا یا پس فردا سنگسار رو هم در انظار عمومی به اجرا در میارن. بهترین راه پیشگیری ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و آگاهی دادن به مردم که در چنین مراسمی شرکت نکنن و سپس ایجاد فرهنگ نودوستی در مردم نسبت به یکدیگه و پس از اون ایجاد رابطه صحیح نسبت به محیط زیست که شامل طبیعت و سایر موجودات زنده که شامل حیوانات اهلی و خانگی هم میشه. خانم سهیلا رو هم از انگلستان روی خط داریم. سلام، بفرمایید. سلام خدمت شما، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم راجع به حیوانات مظلومی که صداشون واقعا شنیده نمیشه صحبت کنم. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردید. خواهش میکنم. چیزی که هستش، من در مورد این که ما توی قوانین اسلامی نمیتونیم به هیچ جایی که کتاب قرآن پیدا کنیم که سگ نجس هست و یا این که باید کشته بشه و معدوم بشه، و من توجه تمام اون آیات عظام و حضرات رو میخوام که به این مسئله توجه کنن که این حیوانات رو بی‌دفاع رو از بین نبرن و نگاهی دوباره داشته باشن به تمام کتب اسلامی و قرآن که واقعا اصل تمام اون چیزیه که قرآن بهش معتقد هستن مسلمانان، که سگ هیچ مشکلی نداره و حتی در آیات قرآن دیدیم که حضرت محمد راجع به اصحاب کهف میگه که حیوان رو به عنوان نگهبانی در اون غار نگه داشته بودن که از اون ایمانداران محافظت کنه. و این که واقعا من واقعا متعجبم از این که میبینم که بعضی اوقات از حیوانات به عنوان نگهبان میشه توی مراجع قانونی استفاده کرد، توی ارتش یا پلیس میشه به عنوان اون حامی کسانی که با جرایم دارن برخورد میکنن باشون ازشون استفاده کرد و به عنوان سگ نگهبان میشه از اینا برای گله استفاده کرد، ولی جایی که انسان ها میتونن اونو در خونه ازش نگهداری کنن به عنوان یک عضو نزدیک در خونه شون هستش مورد خطاب قرار بگیرن و بهشون جریمه تعلق بگیره و هزار یک مسئله که به وجود اومده جدیدن. من واقعا متاسفم به عنوان یک ایرانی که میتونم این صحنه ها رو شاهد باشم در تمام دنیا، در خیلی جای دنیا، همینجایی که من در انگلستان هستم، قوانین حمایت از حیوانات از سال از 200 قرن پیش اجرا شده و هنوز هم داره تمدید میشه و مورد بازنگری قرار میگیره، ولی در مجلس ما قانونی ثبت میشه که هر کس سگش رو برای بیرون گردوندن به در ملأ عام ببره باید جریمه نقدی بشه و 70 ضربه شلاق بخوره. برای چه؟ خیلی ممنون خانم سهیلا که در برنامه روی خط شرکت کردین. آقای علی از گلستان رو از طریق اسکایپ روی خط داریم. سلام، بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر باشه. ممنون خانم ایراندوست. من درباره حقوق حیوانات و حالا جانوران میخواستم اینو بگم، زمانی که حقوق بشر تو دنیا لحاظ نمیشه، به انسان به دید چهارپا نگاه میشه، چطور توقع دارید که حقوق حیوانات رعایت بشه؟ تو جای جای دنیا جنگه، نسل‌کشی ها داره صورت میگیره، حتی افرادی که برای من میتونم از شما خواهش کنم که در خصوص برنامه برام توضیح بدین آیا به نظر شما قوانینی که الان در ایران برای حمایت از حیوانات وجود داره آیا کافی هست؟ آیا به نظر شما میشه از این طریق با حیوان آزاری مبارزه کرد؟
خانم ایران دوست، من اینو فقط میخوام بگم، زمانی که ما فکر میکنم یک سگ‌کشی نیاز داریم و اونم آل سعود هستش، آل سعودی خیلی که ممنون از شما کرد. شما فقط خارج از برنامه صحبت میکنین. یکی دیگه از بیننده هامون هم روی خط داریم، خانم سارا از ایران، بفرمایین. سلام. سلام، خسته نباشین. سلام به همه بینندگان عزیزتون. در خصوص حیوان آزاری و در خصوص همه مشکلاتی که این حیوان های زبون بسته در ایران دارن، ما مشکل نهادینه داریم. در واقع این از ریشه و از بنیاد باید درست بشه. ببینین، اگر دست یک سگ رو ببرین یا دست یک گربه رو ببرین، خون میاد، یعنی این که زنده است، یعنی این که جون داره، خون داره، درک میکنه، گرسنه میشه، میفهمه، احساس داره. ولی مردم ما متاسفانه، و مشکل ما بیشتر با مسلمان ها نیست، با مردم ایرانه. خیلی از کشورهای اسلامی هستن مثل دبی، مثل ترکیه، که واقعا حیوان ها رو احترام میذارن، به حال حقوق و قوانینی براشون قائل هستن. ولی در ایران من اصلا همچین چیزی رو نمیبینم و واقعا حیوان های ما مظلوم واقع شدن، واقعا مظلوم واقع شدن. این باید نهادینه بشه، باید فرهنگ سازی بشه. خیلی ممنون از شما خانم سارا که در برنامه شرکت کردین. آقای تبرزدی، به عنوان آخرین سوال برای جمع‌بندی، به نظر شما مهمترین راهکار برای مبارزه با حیوان آزاری چی هستش؟ نقش مردم این میون چیه؟ به نظر من مهمترین راهکار اینه که خود مردم از خود این پتانسیل حمایتی باید استفاده کرد. چاره مدلی نداریم. و اینکه بشه اون از طریق قوانین البته ضامن اجرایی فعالیت‌های مردمی بود و این نهادها رو حمایت کرد. ما الان ببینیم مشکل نهاد، الان شما نمیتونی اصلا نهادی تشکیل بدی یا نهادی ثبت کنی که برای حمایت از حقوق حیوانات باشه، مثلا تأسیس پناهگاه باشه. اینا همه مشکلات قانونی و پله پله است که مانع شکل‌گیری نهادها میشه. و ما اگه بخوایم مثلا ساماندهی اصولی بکنیم، باید یه نهاد مشخص داشته باشیم که بریم به شهرداری بگیم شهرداری تو که بخواد پس ما تو بخواد بکشی، اون هزینه رو بده در اختیار ما بذار، ما مثلا ساماندهی میکنیم، واکسیناسیون میکنیم. اونا میگن برو این اول ثبت کنی. خب بری ثبت کنی، مشکلات دیگه برای آدم به وجود میاره و میگن ثبت نمیشه. ببینید، در این شرایط هست که به هر حال چاره جزی نمیمونه که ما، من شخصا به طور انفرادی دارم کار میکنم، یعنی در حد وسع توانم به اونا غذا میدم، حالا میتونم درمانی باشه انجام بدم. این پراکنده میشه، پتانسیل خیلی خوبی الان ایجاد شده که هیچ زمان که این پتانسیلی برای حمایت از حقوق حیوانات در هیچ جای دنیا فکر نکنم در واقع به وجود اومده باشه با توسط خود مردم، هیچ حمایتی هم نمیشه. اما اون قوه در واقع اجرایی، یا میشه گفت اون نهادی که بشه اینو تقویت کردن، شکل نگرفته. خیلی ممنون آقای تبرزدی از اینکه در برنامه ما شرکت کردین و ممنون از نظراتی که در برنامه ما دادین. امیدوار هستیم که مسئولین ایرانی هم صدای شما رو بشنوند. اجازه بدین نگاهی هم بکنیم به نظرات شما. ساناز از کاربران فیسبوک روی خط میگه باید از مدارس شروع کنن آموزش دادن به بچه ها. وقتی شهرداری سگ ها رو میکشه و هیچ ارزشی برای حیوانات قائل نیست، از مردم چه انتظاری میره؟ مادر پدرها باید به فرزندانشون از کودکی حیوان دوستی رو آموزش بدن. سازمان حمایت از حیوانات بیشتر اطلاع رسانی بکنه و مثل خیلی از جاهای دنیا مامورانی باشن مثل نیروی انتظامی که جلوی حیوان آزاری رو بگیرن و حکم جریمه نقدی زیاد و زندان بدن. پریسا معتقد چنین رفتارهایی به علت فقر فرهنگی صورت میگیره و باید فرهنگ سازی بشه، که در طول برنامه هم اشاره کردیم، به نقش رسانه ها هم اشاره کردیم. در اینستاگرام سعید میگه وظیفه ارتقای فرهنگ اجتماعی یک جامعه بیشتر بر دوش رسانه ها و مطبوعات اون کشوره، اون جامعه است، و نظام های سیاسی
با قالب تلاش‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در این زمینه مخالف نیستند، ولی اونچه می‌بینیم سیاست زدگی عمومی هستش که بر اکثریت این جامعه حکم فرماست و اگر هم حرکت فرهنگی انجام میشه بیشتر حول و حوش مسئله حجابه. شاید از این غافل شدیم که ارتقای فرهنگ سیاسی در گروه ارتقای فرهنگ اجتماعی جامعه است و یا رسانه‌ها و مطبوعات ملی رو به نااهلان سپردیم. نظر دیگه ای رو که براتون آماده کردم از کاربری به نام مینوه. مینو نوشته برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از این عمل وحشیانه باید نقش انجمن حمایت از حیوانات قوی تر بشه و همونطور که میتونن گروه های فشار درست کنن و خودجوش که از در و دیوار سفارت بالا بره یا به هنرمندان حمله کنه، این گروه رو هم درست کنن برای اجرای قانون درست در مملکت و که میگه شاهدش هستیم. در اینستاگرام دلپذیر برامون نظر داده، میگه این کارها چندین سال در ایران انجام میشه. وقتی شهرداری ها میفتن خیابون ها سگهای خیابونی رو میکشن، وجدان مسئولین کجاست؟ وقتی وجدان انسان ها مرده باشه شما چطوری میتونین با حیوان آزاری مبارزه کنین؟ مردمی که به جای اینکه در این فصل سرما کمی غذا و دانه برای پرنده ها و حیوان ها بذاریم با تیرکمون و چوب دنبالشون میکنیم، چه توقعی داریم؟ مشکل ما اینه که انسانیت در کشور ما مرده. نظرات زیادی هم دریافت کردیم، همونطور که گفتم بیشتر به مسئله رسانه ها اشاره کردن، مسائل قانونی که قانون مدونی در ایران وجود نداره. اما جا داره از همه شما عزیزانی که در برنامه شرکت کردین تشکر کنم، به خصوص خانوما که امروز حضور خیلی گسترده ای از خانوما در برنامه روی خط داشتیم. ممنون از همه شما. اما برنامه فردا شب نتایج برخی تحقیقات نهادهای بین المللی و نظرسنجی در مورد فساد در جامعه ایران نشون میده که سه نهاد قوه قضاییه، بانک‌ها و شهرداری‌ها بیشترین سهمو دارند. در این حال کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی و کاهش فضای کسب و کار هم شاهدی بر این نتیجه است. به نظر شما چرا فساد در ایران از بین نمیره و چطور میشه با فساد در ایران مبارزه کرد؟ دلایل اصلی رشد فساد در ایران چی هستش؟ پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط یکی از بهترین راه‌های ارتباطی که از همین الان میتونین برای برنامه فردا نظراتتون رو با ما در میون بذارین. شماره پیامگیر هست 22 382 7205. تا فردا، روز و شب همتون خوش. صدای آمریکاست.